تاکتیک بسیار قوی و در تکنیک تا حدودی ناتوان ضعیف هم بود. می‌خواستم که لطف کنید این عبارت رو یکم بیشتر توضیح بدید و اینکه بفرمایید آیا هنوز همین اعتقاد رو برای حکومت دارید یا نه بعد از اینکه با حال آقای احمدی‌نژاد آمد و آقای روحانی. این عبارت اگر یادم باشه گفتم که حکومت از لحاظ تاکتیکی خیلی زبل و باهوشه، ولی از لحاظ استراتژیک خیلی به گمان من نادانه. ببینید وقتی از بابت استراتژیک صحبت میکنیم، صحبت 5 سال و 10 سال نیست دیگه، صحبت چشمانداز تاریخی است دیگه. شما نگاه کنید 1979 یک مملکتی رو این آقایون تحویل گرفتن با یک اقتصادی که در 10 سال قبلش یکی از تندترین آهنگهای رشد رو داشت، نزدیک 24 میلیارد دلار به وقت اون زمان، به پول اون زمان تو بانک بود، یک 90% مردم به گمان من، من اون وقت ایران بودم، با رژیم همدل بودن، یک امکان جهش تاریخی عظیمی برای ایران در اون زمان وجود داشت و این رژیم میتونست به راحتی تمام این حرکت رو و این بالقوه تاریخی رو بالفعل بکنه، ولی به جای که با اون حرکت همسو و همراه بشه رفت در جهت اینکه قدرت رو قبضه بکنن، یه عده اقلیتی قدرت رو قبضه کردن و از اون به بعد شما میبینید که تصمیماتی که میگیرن تصمیماتی است که برای لحظه، برای سرکوب مثلا جنبش سبز، من جنبش سبز رو بگیم، اینا در سرکوب جنبش سبز از لحاظ تاکتیکی هم خشونت فراهم کردن هم اقدام به موقع کردن، ولی اون سرکوب شکست خورد. الان این انتخابات، الان مهمترین افرادی که در این انتخابات بودن رهبران سابق جنبش سبز بودن. کی حرفشو مردم بیشتر میخوندن؟ آقای مصباح یزدی یا آقای ممنوع تصویر خاتمی؟ یعنی اگر اینا یه مقداری نرمش استراتژیک و بینش استراتژیک داشتن و آینده ایران رو اونچنان که به گمان من آینده ایران هست میدیدن، این آینده دموکراتیک یا آینده با تساوی بیشتر، تساوی برای زن و مرد، برای اقلیت‌های مذهبی، برای اقلیت‌های قومی، جامعه‌ای که بتونه خارج و داخل رو بسیج بکنه، و یک حرکت خیلی سریع‌تری میشد صورت گرفت. شما به جای این حرکت ها اومده مثلا 8 سال احمدی نژاد آوردن سر کار. آوردن احمدی نژاد نرمش تاکتیکی خیلی زیادی داشته، هم نرمش داشته، هم تقلب داشته، هم خشونت داشته، ولی 8 سال اومدن و اون یه 8 سالیه که در تاریخ معاصر ایران 8 سال کم سابقه است، برای اینکه میزان درآمد نفت ایران در اون 8 سال بی سابقه بوده. جمعیت رو نگاه بکنید، دقیقاً جمعیت ایران در اون سالها داره به یه مقطعی میرسه که کار لازمه. چرا اینقدر مشکل بیکاری هست؟ برای اینکه این جمعیت در اون زمان به سن اشتغال رسیده و اینا اون 800 میلیارد معلوم نیست چی کردن، 20% 15% گم و گوره، بقیهش هم به خرجایی کردن که حل اون مسئله استراتژیک ایران رو به نظر من به تعویق انداخته. به همین خاطر تاکتیکا خیلی خوبه، ولی نگاه استراتژیکیشون تا واقعا به گمان من خیلی مثمر ثمر نبوده. پدیده‌ای که واقعا به نظر من قابل ستایشه درایت استراتژیک ملت ایران، مردم ایران، یعنی یک صبر و درایت عجیبی دارن و آرام دارن در این 30 چند سال کار خودشون رو انجام میدن و در رأسش را قبلش رو منتش نداشته. من داشتم میگفتم که یکی از مهمترین و بهجت اثرترین دستاوردهای این 30 سال اهمیت روزافزون زنان هست در این جنبش آزادی خواهی و دموکراسی خواهی و تساوی طلبی که در ایران وجود داره. خیلی سپاسگزارم. ببخشید من نمیدونم، اجازه دارم این سوالم رو در راجع به جواب دکتر
سوالم رو باز مطرح بکنم یا که بعد نه میگم در فارسی میگم رو باز مهمون خیلی صاحبخونه هست شما صاحبخونه هست در شما بفرمایید من بکنم آما خود من مهمونی باقید بس از صاحبخونه بپرسیم صاحبخونه اجازه میده خب من سریع میپرسم جوابی دکتر این چیزی که شما فرمودید به لحاظ استراتژی فرمودید من میخواستم ببینم که شما استراتژی رو فرمود استراتژی به لحاظ یک حکومتی که اولویت‌هاش اولویت‌های مملکتی که داره اداره میکنه باشه آیا به نظر شما به واقع این هسته اصلی این حکومت که به هر حال سیاست‌گذاری‌های اصلی رو میکنه چه بلند مدت چه کوتاه مدت چه هر چیزی آیا ایران برای اینها اون کسایی که اثرگذارن واقعا یعنی بیشترین اثر رو داره ایران به گمان شما برای اینها دارای اولویتی هست اصلا یا اینها به اون لحاظ اصلا هیچ گونه اولویتی نداره و بیشتر اون ایدئولوژی خودشون هست که صاحب اولویت اصلی است و استراتژی که براش دارن میچینن نه برای ایران که برای اون ایدئولوژی است ببینید اول من فکر میکنم حداقل به گمان من حتی در میون آقایون هم که بگید یعنی روحانیون هم که بگید از اول انقلاب تا ما نگاه میکنید یه دست نبوده دیگه یعنی مثلا شیعه آیت الله شریعت مداری یا آیت الله طالقانی با شیعه مصباح یزدی فرق میکنه و میزان نگاهشون به ایران هم به گمان من کمی فرق میکنه تیپ مصباح یزدی به صراحت گفتن مصباح یزدی طائب گاهی آقای خامنه‌ای گاهی آیت الله خمینی شبیه به این رو گفتن که براشون مهمتر از هر چیزی اسلام و تشیع هست حتی در این زمینه هم به گمان من اتفاقا نگاه استراتژیکشون نگاه بسیار ضعیفی است شما اگر میخواستید تشیع رو در ایران تثبیت بکنید حتما راهش متفاوت از این بودی که الان رفتید الان آیا جامعه ایران کی پس فکر بکنه جامعه ایران امروز ریش تشیع درش ریشه دارتر هست تا 30 سال پیش یعنی ریشه به تیشه تشیع زدن ریشه به تیشه نهادهای تشیع زدن مثلا شما فکر کنید حوزه های علمیه 400-500 سال در ایران مستقل با تکیه به بازار با تکیه به مردم یک حیات مستقل اقتصادی داشتن یا حیات مستقل سیاسی داشتن اینا اومدن همه بیشتر اکثریت حوزه رو راندخار دولت کردن فردا اگر این راند تموم بشه چه بر سر این حوزه میاد اون استقلالش رو که اهمیت استراتژیک داشت اونو باب گذاشتن برای اینکه حالا 100 میلیون دلار بدن به مرکز مطالعات افکار آقای مصباح یزدی یا هر کس دیگری اینا کوتاه نظری هایی است که تشیع رو هم در دراز مدت به گمان من و ایران رو منافع شما میگذاره ولی تو اینا هم بعضی ها هستن که میدونید به نظر من در یه مقطعی تصمیم گرفتن که نمیشه بدون ایرانیت بر ایران حکومت کرد این یه پدیده 2000 سال است که هر کسی اومده بر ایران حکومت کرده بعد از این مدتی فهمیدن که اینجا یه جریانی هست که باش باید یه جوری کنار بیان احمدی نژاد فکر کرد که اگر بیاد بره در زیر بیرق ایرانیت کوروش رو بیاره با آقای خامنه‌ای در بیفته مردم پشتش میان نیومدن برای اینکه مردم خیلی از این حرفا باهوش‌تر هستن مردم کاملا فهمیدن که این یه چیز تاکتیکی است مردم دنبال کسی هستن که نگاه استراتژیک ایران رو منافع استراتژیک ایران رو بیشتر مد نظر داره خیلی سپاسگزارم از شما متشکرم